تلسکوپ فضایی جیمز وب تونست اولین سیاه‌چاله‌ای که تو جهان شکل گرفته رو رصد کنه. این یه رکورد تاریخیه، مخصوصاً این که این سیاه‌چاله اصلاً سیاه‌چاله عادی هم نیست. سیاه‌چاله‌ای که بعد از 470 میلیون سال از شکلگیری کیهان به وجود اومده. جرم این سیاه‌چاله 40 میلیون برابر خورشیده و 10 برابر سیاه‌چاله مرکز کهکشان راه شیری ماست. به نظر میرسه که این کشف تونسته از اتفاقات مهم نجوم باشه و یکی از مشکلات نجومی رو هم حل کرده که تا انتهای ویدیو همراه ما باشید میفهمید چی بوده. و به نظر میرسه این کشف یکی از مهمترین اسرار نجوم رو حل کرده. دانشمندان مشکل اینو داشتن که بفهمن اولین سیاه‌چاله ها تو جهان از کجا اومدن. این یک سیاه‌چاله بسیار پر جرمه که در ابتدای کیهان که هنوز خود کیهان نوزاد بوده شکل گرفته. تو این قسمت از پاراگراف میفهمیم این کشف بزرگ چه اطلاعات مهمی رو به ما میده، چه تأثیر بزرگی روی ستاره شناسی داره و جیمز وب چه کاری انجام داده. از همون اول، یعنی اون اولی که ستاره شناسان در مورد کیهان مطالعه میکردن، نمیدونستن سیاه‌چاله‌های بسیار سنگین یا کلان پرجرم، یه چیزی بیشتر از کلان جرم و پرجرم، چطور تشکیل شدن. برای این مدل سیاه‌چاله‌ها دو پیشنهاد یا دو تا سناریوی مختلف پیشنهاد شد. اولیش این بود که این سیاه‌چاله‌ها احتمالاً از فروپاشی و مرگ اولین ستاره‌ها به وجود اومدن. اما این نظریه یه مشکل زمانبندی داشت. طبق مدل‌های ستاره شناسی، اولین ستاره‌ها تقریباً 150 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ شکل گرفتن. این ستاره‌های اولیه به خاطر شرایط کیهان اولیه خیلی سنگین بودن و حدود 50 میلیون سال طول کشید که خودشون رشد کنن و تکامل پیدا کنن و باید به مرحله نهایی زندگیشون می‌رسیدن تا منفجر بشن. ستاره‌های سنگین اولیه تقریباً 200 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ تشکیل شدن. اما این ستاره‌ها چندین میلیارد سال طول می‌کشیده تا مواد محیط اطرافش رو جمع کنه و سنگین بشن و بعد فروپاشی کنن و سیاه‌چاله‌های پرجرم به وجود بیان. پس با دید ستاره‌شناسان و شناختی که داشتن، چنین سیاه‌چاله کلان جرمی باید بعد از چند میلیارد تشکیل می‌شد، نه چند صد میلیون سال. سوال مهم پس این شد که چطور چنین سیاه‌چاله سنگینی بلا فاصله بعد از به وجود اومدن خود ستاره‌های بزرگ تشکیل شده؟ آیا یک ستاره بزرگ اولیه میتونست قوانین رو بشکنه و منفجر بشه و سیاه‌چاله بسازه؟ یا نه، سیاه‌چاله‌های اولیه سنگین به خاطر فروپاشی ستاره‌های کوچیک بودن که با هم ادغام شدن و یک سیاه‌چاله کلان جرم رو ساختن؟ به خاطر چیزی که بهش حد جرم ادینگتون میگیم، امکان نداشته سیاه‌چاله‌ها از ستاره‌های بزرگ اولیه به وجود اومده باشن. ببینیم این حد ادینگتون یعنی چی. یک جسم وقتی به خاطر گرانش شدید همه چیز رو در خودش فشرده می‌کنه، مواد اون ستاره‌ای که متلاشی شده و سیاه‌چاله رو ساخته به هسته و مرکز سیاه‌چاله میره. اما به خاطر حفظ تکانه زاویه‌ای، موادی که به داخل سیاه‌چاله کشیده میشن در مرکز جمع نمیشن و اطرافش یک دیسک به وجود میارن. این دیسک که شبیه بیزی و قرص هستش، انرژی پتانسیل گرانشی رو به گرما تبدیل میکنه و تشعشعات حرارتی ازش ساطع میشه. حد ادینگتون میگه فشار بیرونی و کشش درونی باید متعادل باشن. اگر قرار باشه یک سیاه‌چاله جرمش در مدت کوتاهی زیاد بشه، یعنی فشار درونی زیاد شده، پس اون درخشندگی اطراف سیاه‌چاله باید متوقف بشه، یعنی از حد ادینگتون عبور کنه، که چنین چیزی غیر ممکنه. پس اینجا یک احتمال دومی هم باید وجود داشته باشه، احتمالی که میگه چطور سیاه‌چاله‌های سنگین شکل گرفتن. دانشمندان حدس میزنن این سیاه‌چاله‌ها نتیجه فروپاشی ستاره‌ها نبودن، بلکه ممکنه یک ابر گاز بزرگ مستقیماً به سیاه‌چاله تبدیل شده باشه. این ابرهای گازی که ابتدای کیهان بودن خیلی بزرگن.
بهشون اجازه میده که در بازه زمانی خیلی کم بتونن به سیاه‌چاله‌های خیلی سنگین تبدیل بشن. اما تا الان دانشمندان مشکل بزرگشون این بود که شواهدی از این پدیده تبدیل ابر گازی به سیاه‌چاله نداشتن. اینجا بود که داده‌های جیمز وب کمک کرد و کشف بزرگ اتفاق افتاد. زمانی که جیمز وب داشت به خوشه ایبل 2744 در فاصله حدود 3.5 میلیارد سال نوری ما نگاه می‌کرد، پدیده‌ای به نام عدسی گرانشی اتفاق افتاد. در مورد این پدیده و توضیح دقیق و مفصلش قبلا صحبت کردیم. خیلی ساده میشه گفت چیزی که پشت این خوشه قرار داره به خاطر گرانش، نورش در پس زمینه این خوشه خم میشه و بزرگتر دیده میشه و این خوشه مثل عدسی اونو بزرگ میکنه. حالا جیمز وب داشت به اینجا نگاه میکرد که تو پس زمینه تونست کهکشانی رو ببینه که سیاه‌چاله مرکزش به وضوح دیده میشد. دانشمندان مطمئن نبودن دارن چی رو نگاه میکنن، چون این سیاه‌چاله قرار نبود تا این حد سنگین باشه. برگشتن دوباره این پدیده رو تماشا کردن و 11 کهکشان دیگه‌ای که توسط عدسی گرانشی بزرگ شده بود رو بررسی کردن. تونستن یک منبع نور پیدا کنن که خوشه ایبل 2744 اونو تقویت کرده بود. این منبع تشعشع متعلق به کهکشان UHZ1 بود و سیاه‌چاله بزرگی درونش وجود داشت که حالا دانشمندان میتونستن ببیننش. البته خود سیاه‌چاله که دیده نمیشد، فقط میشد توسط پرتو ایکس تشعشعاتش رو رصد کرد. بعد از تحلیل این پرتوها و تشعشعات بود که فهمیدن یک سیاه‌چاله عجیب و بزرگ اونجاست که جرمش بین 10 تا 100 میلیون برابر جرم خورشیده. اما نکته‌های عجیب این سیاه‌چاله هنوز پابرجا بود. هر کهکشان یک جرم ستاره ای داره، یعنی مجموع ستاره های اون کهکشان همگی یک جرم به نام جرم ستاره ای کهکشان رو تشکیل میدن. معمولا سیاه‌چاله های مرکز کهکشان جرمشون کمتر از جرم ستاره ای خود کهکشانه. مثلا ما داخل کهکشان راه شیری یک سیاه‌چاله خیلی سنگین داریم که جرمش 0.1% از جرم کل ستاره های کهکشانه. نکته عجیب این سیاه‌چاله بزرگی که کشف شد این بود که جرمش با جرم ستاره‌ای کهکشانش برابر بود. اینجاست که دانشمندان به خودشون گفتن چطور چنین سیاه‌چاله‌ای میتونه تشکیل بشه، چون داره قوانینمون رو به هم میزنه. توی مقاله‌ای که دانشمندان منتشر کردن و خیلی توضیحاتش زیاده و جزئیاتش هم زیاد بود، به این موضوع اشاره شده. ما نمیخوایم جزئیات این مقاله رو در موردش حرف بزنیم، چون ویدیو خیلی سنگین و سخت میشه. میخوایم خیلی ساده نتیجه رو بگیم. دانشمندان دو تا آزمایش انجام دادن که ببینن این سیاه‌چاله چطور تشکیل شده. توی آزمایشات فهمیدن سیاه‌چاله هایی که از ستاره ها ساخته میشدن نمیتونن اون اوایل کیهان جرم زیادی داشته باشن. مخصوصا توی 500 میلیون سال اولیه کیهان کلن چنین سیاه‌چاله هایی ساخته نمیشن. پس تنها چیزی که باقی مونده بود این احتمال بود که ابرهای گازی در خودشون منفجر شدن و سیاه‌چاله سنگینی رو ساختن. این رو هم دانشمندان آزمایش کردن. یک مدل شبیه سازی شده درست شد که نشون میداد ابرهای گازی میتونن جرمشون رو بدون به هم زدن حد ادینگتون زیاد کنن و سیاه‌چاله ها رو بسازن. نتیجه آزمایشات نشون داد که کهکشان‌های نادر و بسیار کمیابی میتونن وجود داشته باشن که به این شکل سیاه‌چاله‌ای رو در خودشون پرورش دادن که جرم ستاره‌ای کهکشانشون با جرم سیاه‌چاله یکی باشه. البته که گفتیم خیلی کم پیدا میشن، ولی میتونن در 500 میلیون سال اولیه کیهان به وجود اومده باشن. این سیاه‌چاله‌ها رو بهشون سیاه‌چاله‌های با اندازه غیر معمولی یا آوت سایز میگن. این سیاه‌چاله‌ها فقط از طریق تلسکوپ‌هایی مثل جیمز وب یا هابل که از روش عدسی گرانشی استفاده می‌کنن و اجرام دور رو می‌بینن قابل شناسایین. در انتهای این کشف مشخص شد سیاه‌چاله مرکزی کهکشان UHZ1 حدود 470 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ شکل گرفته و اولین سیاه‌چاله از نوع خودش هست که تونستیم کشف کنیم. میتونیم بگیم نوع جدیدی از یک سیاه‌چاله است
که با فروپاشی ابرهای گازی به وجود میاد، نه مرگ یک ستاره. این هم از شگفتی بعدی جیمز وب که دانشمندان بررسیش کردن. ویدیوهای دیگه ما رو در زمینه جیمز وب میتونید تماشا کنید که لینکشون رو داخل دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم. با این ویدیوها با بخشی از این اکتشافات جدید و قوانینی که جیمز وب به هم زد آشنا بشید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.